گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و نهم از ماه مارس سال 2012 میلادی. در شبهای جمعه همونطور که مطلع هستید در خدمت شما هستیم، در باره مطالب ایران صحبت میکنیم و با آقای عرسی هم صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم. مطالب دیگه هست، یک گزارش علمی کوتاه هم در باب این سولار فلر، در واقع طوفان خورشید که به زمین آمده است و اینا، خدمتتون خواهم داد. بفرمایید که یه غزل بخونم خدمتتون. دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم، لیکن از لطف لبت صورت جان می‌بستم. عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست، دیرگاه است که از این جام هلالی مستم. از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پای طلب ننشستم. عافیت چشم مدار از من میخانه نشین، که دم از خدمت رندان زدم تا هستم. در ره عشق از اون سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چه عمرم به سر آمد رستم. بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود، چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم. این تشبیهات، ابروی کمان و زلف کمند و اینها، تشبیهاتی حماسی، برمیگردد به در واقع روزگار نخستین شعر فارسی و موضوع غلامان و عاشق غلامان شدن. و در واقع این یک سنت نامحمودی بوده است در شعر فارسی که تا عصر جدید هم بوده. ابروی کمان، چون این غلامان کار جنگ هم میکردن، عرض کنم ساقیگری هم میکردن، خیلی کارها. اینا هم دشت قبچاقی ها به ایران آوردن. این سنت نامحمود عاشق مرد و پسر و اینا شدن، یا غلام بارگی، شاهد بازی، یه ننگیست به پیشانی ادبیات مملکت تا زمان ایرج میرزا. در بهار هست که بین شاعر بازه ما دیگر نمیبینیم همین تشبیهات ابروی کمان رو، نمیدونم لب قنچه و نمیدونم دهانت پیدا نیست و از اینجور حرفا، چون این چینی ها و اون مردمان زرتشتان خیلی پوست صاف و دهانای تنگ و چشمای بادامی و اینا همه شد تشبیهات شعر فارسی. بله، در زمان حافظ هم رایج بوده است. میفرماید که بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود، چو به محبوب کمان ابروی خود پیوستم. حالا بگذاریم که تازگی ها ابروها رو از اینجا میبرن به مغز کله، اسمشن میذارن خلیجی. حالا در باب این هم یک مضحکه است یه وقتی صحبت میکنه. خلو میگوید که بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا، که به افسوس و جفا مهر وفا بشکستم. سنمی لشکری هم، ببینید باز اینجا سنمی لشکری، یعنی کسی که سنم است، بت من است، اما لشکریه، یعنی سپاهیه. تا از تو به پادشاه بگویند ترک تو بری خون تاجیک، یعنی غلام ترک تو خون تاجیک رو ریخ، خون فارسی ها رو. حالا سنمی لشکریم قارت دل کرد و برفت، آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم. رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود، کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم. حالا ما از کنم معجزه کردیم، امشب جز معجزات و کرامات، البته سواد ما همراه ما نبود، عینک و اینا هرچی گشتیم دیدیم میز، گفتیم خب میخوانیم بالاخره، حالا دو تا توپق هم ما بزنیم، اشکالی نخواهد داشت که نزدیم، الحمدلله رب العالمین. خدمت شما عرض میکنم که یک خبر مهم این است که یک بانوی بزرگ فرزانه در واقع دیده از این جهان فروب است، خانم سیمین دانشور. خانم سیمین دانشور به دو جهت مشهور و معروف بود، یکی اون که همسر جلال آل احمد بود. بله، جلال و خانم سیمین دانشور، میبینین خیلی هم اینها گویا عاشق و معشوق بودن، بسیار همدیگر دوست می‌داشتن. نشانه هاش رو ما در کتاب سنگی برگور، بله، سیمین و جلال در حال گلکاری، اون آب پاشم اونجا بود. جلال احمد خیلی جوان از این رفت، حدود 46 سال،
و سیمین دانشور. بله اینا عکس های غیر اسلامی است، عکس های آدمیزادی است در واقع. یعنی عرض می کنم که حالا این روزها هر کسی، بله بله همون عکس است. خیلی ممنون، خیلی خیلی سپاسگزارم. اینا عکس های اختصاصی است که دوست گرامی و محترم آقای محمد آل احمد فرستادن و ما به شما نشون دادیم، چون هر خانومی که فوت بشود اینا اون همون چارقد اسلامی رو برمی‌دارند و چاپ میکنند و اینها. اما به هر صورت اینا عکسای یادگار اون بودن. من نمیفهم حالا این با این چادر چرقد چه باید بکنیم. چرقد این در واقع علامت اسارت هست، این یادگار اسارت هست، از عمر هم مانده، این یکی از عمر. چون اعراب که چادر چرقد و گونی به سر نداشتن که تو این هوای گرم به خصوص که زنا میباستی کار میکردن. این عمر از شبهت که بنابراین چه تفاسیر کبیر گفتند و در واقع قدیمترین مفسران بزرگ تاریخ اسلام محمد ابن جریر طبری در تفسیر کبیر میگوید که عرض شد که این حضرت عربون میدن منزلشون و نگاه میکردن به زناش و اینا، بی موقع هم میامدن. حتی یک زمان گفته است در قرآن که آقا چرا بیهوده میان زیاد مینشینین، در میزنین، اجازه بگیرین، خواسته منر یاد عربا بده، عربای اون روزگار را میامدن و اینا. عمر شروع میکند به این که آقا اینا میان به زنها شما نگاه میکنن، بوی رسول هم توجه نمیکرده و خب اونجا توالت و اینا که نداشتن، که این خانم ها شب نصف شب از منزل میرفتن بیرون برای قضای حاجت و قول معروف. عمر میستاد و پشت میگه عایشه توی، حفصه تو هستی، یعنی من تو تاریکی هم زنات رو میبینم محمد. و این عرض شد که اثر واقعا ضد بشری همین چارقد و این حرفا گونی و این بساط از اون روزگار به همین منشهش هم عمر بوده. عمر منشه چند آیه است حالا بماند. باری این عکس ها عکس هایی است که بر صورت مردم در پوشش آزاد بودن و خانم سیمین دانشور دیدیم با جرار آرامت با کت شلوار و کراوات و عرض کنم که خانم سیمین دانشور عرض کردم به دو جهت مشهور بود، یکی به جهت اینکه همسر جرار آل احمد بود همواره نامش با نام او می آمد، دوم که بعد از که جرار فوت شد اینا این خانم بزرگوار از پایین ننشست و کارهای بسیار بزرگ کرد و بسیار شهرت یافت به سابقه توانایی فرزانگی خودش و یکی از این رمان‌هاش هم به 17 زبان ترجمه شد، سابشون سابشون در واقع، حالا این به هر زبان محلی معنی مختلف داره، و رمان‌های دیگر، ترجمه‌های دیگر اینها، و در سن حدود 90 سالگی ایشون فوت شدن. سیمین دیگری که در بند هست و عرض شد که اجازه خروج از کشور ندارد، سیمین بزرگ هست، سیمین شاعر، سیمین بهبهانی که واقعا در منتهای تنهایی به سر میبرد. ما آدم های ما ایرانی ها هم یک احوالی داریم واقعا خیلی عجیبه. ما چند شخصیت بسیار بزرگ هنری داریم که در حالت بیماری هستن، مثل استاد جلیل شهناز. یکی از خیشان ایشان رو دیدم شکوه میکردن اینا که یک کسی دری نزد و گلی نیاورد و چنین و چنان. و سیمین بهبهانی، این بزرگترین بانوی شاعر ایران در همه این قرنها، خانم بهبهانی امروز در ایران هست. پاسپورت ایشون رو عرض کنم که رژیم محترم اسلامی گرفته است که نکند ایشون بر انقلاب کنند وقتی یا این رژیم پرپرکت رو سرنگون بکند. سیمین یک آدم درست حسابی نیست که آقا اینا در تاریخ می، اینا ننگ در تاریخ میماند. یک زمانی زهاوی شاعر بزرگ عرب مرده بود و عوضه و دوست ملک بود، ملک شاعرهای بهار. و عرض کنم که رضا شاه هم شاید ترسید که بهار بره نکنه اونجا حکومتی سرنگون بکنه، پاسپورت به ملک ندادن. اینا گذشت و رفت، گفتم از ری رخ بربندم سوی بغداد، من پیشواز آید شوم از دیدنش دلشاد، من دیدنم را سر کند از دل مبارک باد، او دیدنش را سر کنم از دل مبارک باد، من در کنار دجله بغداد بنشینیم شاد، چامه ای برخاند او شعری کنم بنیاد، من چامه ها خاند به وصف دامن البرز، او شعرها خوانم به وصف دجله بغداد، من
از کفم یاری چنان اون چرخ کج بنیاد برد، شکوه ها دارم ز دست چرخ کج بنیاد. من یک شعر خیلی 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 نیرومندی است که مرحوم بهار در مرگ ذهابی سر پاسپورتش نردم. اینا مان به تاریخ، اینا مان به تاریخ. حالا از رفتن بهار نه اتفاقی برای اون دولت میافتاد، اما این در واقع این ندیسه و این آه و افسوس مانده است که این مرد بزرگ خیلی دوست می‌داشت که حداقل در مجلس ترحیم اون شاعر بزرگ که ایران دوست بزرگی بود ذهابی، و در سال 1313 که بزرگان آمدند ذهابی هم آمد و مقالات خودش اشعارش رو در باب فردوسی از این جور کارا مستبدین کردند و میکنن. متاسفانه همیشه هم زیانش متوجه شخص مستبدی. چه زیانی دارد سیمین بهبهانی؟ کسی که مردم او رو دوست می‌دارن و او کشور رو دوست داره و مردم رو دوست، و سال هاست که اونجا در واقع مرثیه‌گوی وطن مرده خیش است. بله، اینا داستان ماست با این دستگاه استبداد. خب بگذاریم از این قصه. عرض شود که بعض اوقات بد نیست یک اخباری هست در جهان که همه ما آدمیان زمینی بدانیم، بد نیست. یکی موضوع در واقع طوفان خورشید هست. طوفان خورشید بهش میگویند که سولار استورم یا سولار فلر، که خورشید و ببینید آها این هاست، این شعله ها که شعله میکشد خورشید، ببینید اینها. بله، عکس بهتری هم هست. ببین از مرکز خورشید که این فعل انفعالات اتمی آغاز میشه و 1,000,000 سال طول میکشه تا به سطح برسه و پراکنده بشه در یونیورس، ببینید اینها، این شعله های خورشیدی. خورشید گاه آرام است گاه طوفانی سطحش، و اینها پلاسماست در واقع، پلاسما میگویند در اصطلاح، و ذراتی که بار مثبت و منفی دارن. از کنم اشعه ایکس، اشعه گاما، در چارج پارتیکلز. ببینید این بله این خورشید و این طوفانی که از او جدا میشه، از این سیاره‌ای که همه هستی مدیون اوست. بله ببینید نقاط روشن رو ببینید، این کوره اتمی خورشید مرتب در حال تبدیل هیدروژن هست به هلیوم، و مقدار اضافیش، مقدارش تبدیل به انرژی میشه، و هرگاه که این شعله بیرون میزنه برابر با 100 و در واقع 19 بیلیون مگاتون TNT از خودش رها میکنه در جهان، و اینا به طرف زمین میان، بله اینا به طرف زمین میان. و خوشبختانه این دستگاه خلقت طوری است که کره زمین مثل یک مغناطیس است، این یک مغناطیسه، به جهت اینکه مرکزش فلز مذاب هست، فلز مذاب در چرخش اینه که ما یه مغناطیس در دست داریم، مگنتیک فیلد داریم اطرافش، مگنتیک فیلد. ببینید آها، مگنتیک فیلد که یک لوپ بسته است، شمالی جنوبی داره، جریان الکتریسیته مثبت و منفی داره، و جریان از طرف قطب مثبت به طرف قطب منفی هست. بله ببینید اینا بخش‌های مذاب زمین رو نشون میده، اینه دینام کار میکنه. لطفا برگردید. بله ببینید اینجا، بله، و این به صورت یک پوششی است، این مگنتیک فیلد زمین به صورت یک پوششی است، و این قطب شمالش در واقع الان جنوب شمال، شمالش جنوبه، و هر 250,000 سال به دلایلی که هنوز دانشمندان نمیدانن این دو قطب جاش عوض میشه. خیلی خیلی شگفت انگیزه، و نسبتش هم حدود 11.3 درجه نسبت به دو قطب زمین هست. ولی اگه شمال تشریف ببرید اونجا، قطب شمال، این مثل رعد و برق از زمین، مثل جریان الکتریسیته در هوا میبینید. بله ملاحظه بفرمایید. به به، چه تصاویر زیبایی هم هست، خیلی ممنون از شما. بله ببینید این مگنتیک فیلد پوششی سپری است برای این طوفان خورشیدی، یک سپری است برای طوفان خورشیدی. بله ملاحظه کنید لوپ بسته است. بله ایشون هم خانم سیمین بودن، این لوپ بسته است. بنابراین وقتی که در 25% از داخل کره خورشید در کوره است، که عرض شود که هیدروژن ها رو تبدیل به هلیوم میکنه، بخشی از ماس یا ماده تبدیل به انرژی میشه، و این انرژی است که حرکت میکنه به طرف سطح و از اون خارج میشه، و قریب 1,000,000 سال طول میکشه تا اینها برسه به سطح و ما ببینیم و نورش به ما برسه. قریب 8 دقیقه و 33 ثانیه هم عرض شود، قریب 150,000,000 کیلومتر هم ما فاصله داریم با این خورشید، و همه چیز از اوست. در واقع قدیما خورشید پرستی میکردن، فکرشون بد نبوده، چون همه چیز از خورشید، خورشید نباشه هیچ نیست. حالا این چیزا که حرکت میکنه میاد میخوره به زمین، اگر این پوشش شما نداشتید،
یعنی اگر که این زمین داخلش سرد بشه، وقتی هم که سرد بشه حالت دینام بودنش رو از دست میده، این مگنتی فیلد میمیره. به محضی که میزنه این طوفان خورشیدی که دیروز گویا رسیده به زمین و هنوز بیشترش باقی مانده، هر سبت که اول کاری که میکنه اتمسفر زمین رو با خودش میبره، یعنی هوا رو میبره، بعد آبهاش رو میکنه بخار شدن و حیات در سطح زمین خیلی سریع از میان میره. و گمان دانشمندان بر این هست که با توجه به اینکه سطح مارس مریخ آب رفت ها هست که داره مگنتیک فیلد بوده و آب داشته و اونجا جریاناتی بوده، اما وقتی سرد شده و این میدان مغناطیسی از میان رفته، این سولار فلر یا سولار استورم زده و اینا رو برده، در واقع اول فضا رو برده، بعد آبها بخار شدن و حیات مرده، چیزی نمونده. اما زمین فعاله، مگنتیک فیلد زمین فعاله و این به صورت وکتور همیشه توضیح داده میشه در علم فیزیک و جاش هم که عرض کردم عوض میشه و این به صورت یک سپر هست، به صورت یک سپر هست در مقابل اینها. و کارش این است که اگر خیلی خیلی قوی باشه این سوشال فلر، این ذرات چارج که بارهای مثبت و منفی دارن و این عرض کنم تشعشعاتی که هست، اولی کاری که میکنه تمام سیستم های الکترونیک رو از کار میاندازه، سیستم های برق، سیستم های ساتلایت، همه اینا رو از کار میاندازه. چون وقتی ذرات الکترون ها خیلی با سرعت حرکت بکنن، این تشکیلات الکترونیک از بین میره. در انفجارهای اتمی فرض کنید که ما بالای شهر یه بمب اتم مفجر کنیم، اولین چیزی که از کار میفته تمام سیستم های کامیونیکیشن و رادیو و تلویزیون و غیره و زالک، همه اینها از میان خواهد رفت. این است که من به یاد دارم در EMF فورس میگن، اگر شما نکنم الکترومگنتیک فورس یا هم چیزی EMF، به یاد دارم در سال 1975 که جنگ سرد در جریان بود و اینا، یک مخارج سنگینی گذاشتن برای اینکه این سیستم های کاخ سفید رو مقاوم بکنن در مقابل EMF. از بالا اگر یه بمبی مفجر بشه، این ذرات خیلی خیلی سریع، این تشعشعات و الکترون های خیلی خیلی سریع میسوزونه تمام سیستم ها رو، از کار میفته، کل کامیونیکیشن از بین میره. این است که این سوشال فلر گاه گاه بر اثر خورشید گاه آرامه، بعض اوقات طوفانیه همونطور که ملاحظه کردین، و اینها رو رها میکنه و به طرف زمین و جاهای دیگه حرکت میکنه. این تشکیلات مغناطیس زمین سپر محافظت خیلی خیلی دقیق این زمین، فوق العاده عجیب و مثل دینام عمل میکنه و این حافظ زمین هر 250,000 سال عادتا باید عوض بشه و آخرین باری که عوض شده گویا 780,000 سال پیش جاش عوض شده. الان هم که قرار است که یک زمانی این جای قطب شمال و جنوب عوض میشه، اما عوض شدنش تأثیری نخواهد داشت، همون عمل رو انجام خواهند داشت. سر و صدای بسیاری بود، مقالات خیلی خیلی مفصلی در این باب بود، گفتم که گزارش هم خدمت شما بدم بد نیست. بدانیم که هر شبت که ابر و باد و مه و خورشید و مگنتیک فیلد و لایه های اونچنانی و اکسیژن و نور و همه چیزا لازم است تا تو نانی به کف آری و برای مملکتت کاری نکنی، یا اینکه نانی به کف آوری و با استبداد کمک کنی، اونم یه جورشه. خب بله، ما خیال میکنیم که خداوند تبارک و تعالی اینا به برکت ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اینها رو ساخته است و اینا نیست، اینا جریانات طبیعی است و ما آدمیان هم خیلی غافلیم. یعنی قرار بود این خورشید برای ما صورت حساب نور بفرسته و حرارت، هیچ کدوم از ما قادر نبودیم که بخش خودمون رو پرداخت بکنیم. بله، می نشینیم از بام تا شام عمرکشون می گیریم و سخنان لاطائل و مزخرف، گمان می کنیم که ما طلبکاریم از دنیا، اینا برای ما بوده و چون برای ما بوده خب دیگه بالاخره ما بدهکاری هم به هیچی نداریم، مفت و مجانی داریم زندگی می کنیم. از اون زمانی که ما پشتمونیم می دیم به دیوار، ما رافضی های عزیز چند تا لعنت بر عمر می کنیم، هر ثانیه 600 بیلیون تن هیدروژن مصرف شده که ما بتونیم محمل رو بگیم تو بغل رو بکشیم در مسجد. بله، از این داستان هاست قصه زندگی. بله، هر شبت که هر چه ما میگوییم، خب هر کسی به زاویه دید خودش، فرض کنید کسی که نشسته مقابل مثلا تی وی، فرض کنید مرکز دایره است و 360 درجه دایره داره، هر کسی در یک میلیونیم دایره نشسته با همون زاویه نگاه میکنه،
ما اینجا عرض کردیم که در موضوع گزارشی که راجع به همین جایزه اسکار اینا عرض کردم که در روزگار قدیم حالی بود بیشتر تکیه بر فیزیک داشت، امروز بیشتر تکیه دارد بر تالنت. به همین دلیل هست که بانوهای خیلی زیبا استخدام میکردن، رول میدادن. امروز نگاه میکنن ببینن که آقا استعدادش چقدر است. این سخن ما بود. دوستی زنگ زدن که آقا اگه شما میخواید ملک زیبایی نگاه کنید بروید در فلان جا. پنداری که یعنی حرف ما رو نشنیده اظهار نظر کرده. این یک مطلب. تعداد دوستان زنگ میزنن و شما تلفن نمیذارن، میگن آقا زنگ ما بزنید، مثل آقای سلطانی و دوستان دیگر که زنگ زده بودند به دفتر سرزمین جاوید و گفتن آقا ما تلفن کنید. آقا شما باید تلفنتون رو واضح، لطفاً اول که لطف فرمایید معرفی فرمایید خودتون رو، تلفنتون رو بزنید. تلفن شما رو هم چون بنده نمیدانم، شما میدانید تلفن خودتون رو، اونقدر تون میفرمایید که برای شما واضح، برای بنده که واضح نیست. بفرمایید به وضوح آقا 345 34 فلان تا من بفهمم این چیست. 10 بار شده که من مینویسم میسر نیست فهمیدن فرمایش شما. بعض اوقات هم صدا قطع و بس میشه. این هم یک هر شبت که گرفتاری است و متوجه نمیشم من. اینه که مرحمت کنید تلفناتون رو واضح تر بفرمایید تا بنده بتوانم با شما صحبت کنم. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم. مطلب امشب بسیار هست. بعد از چند دقیقه برمیگردیم و با آقای عرصی صحبت میکنیم در باب انتخابات، آقای خاتمی، موضوع آذربایجان و خیلی قضایای دیگر. تا چند دقیقه دیگر. بچه هم وطنان گرامی، موسیقی شنیدیم به انتخاب امیر درخشانی، امیر جوان. خدمت شما عرض میکنم که آقای سیامک دهقانپور که حتما میشناسید از مجریان وایس آف امریکا هستند، دعوت کردن که روز سه شنبه خدمتشون باشم در صدای آمریکا ساعت 9:30 صبح به وقت لس آنجلس. تکلیف فرمودند که ما در همین دستگاه وایس آف امریکا باشیم در لس آنجلس. گویا در باب سوزاندن قرآن و اینها هست. یک مرد محترم دینی هم گویا دعوت دارن. دعوت میکنم که شما حتما به این بحث نگاه کنین. اون خانم محترمی که شوهرشون تیرباران کردن، تیمسار بیات رو و یک که آمد بسیاری از افسران رشید و شجاع ایران رو بدون هیچ گونه دلیلی، بدون هیچ گونه دلیلی، فقط از ترس خود یا ترس داشتن از افسران اعدام کردن. یکی از اینا هم تیمسار بیات بوده است و من خیلی خوشحال میشم که در بابشون صحبت کنم و بسیار خوشحال میشم که اون نامه ایشون رو که به یادگار گذاشته است ببینم و برای شما هموطنان هم بخوانم تا ما بیشتر با جنایات این رژیم واقعا جنایت پیشه پلید آشنا بشه. خب اجازه بفرمایید که با آقای عرصی صحبت کنیم. درود بر شما آقای عرصی. درود بر شما آقای مشیری عزیز و درود بر بینندگان برنامه شما. درود بر شما، حالتون خوب هست که امیدواریم. سپاسگزار شما هستم، خوب هستم آقای مشیری. بله آقای عرصی، اولین چیزی که من میخوام خدمت شما در میون بگذارم این واقعا موجودیتی به نام آقای خاتمی هست در سیاست امروز ایران، از همون دو خرداد تا به امروز بر صحنه بوده. اما این مرد بی اندازه بی مسئولیت و بزدل هست. شما ایشون رو خیلی خوب میشناسید، در یک جلسه هم کوتاه مدتی با ایشون صحبت کردید. میخواستم نظر شما رو در باب این مرد، جایگاهش رو در تاریخ سیاست امروز ایران و این که مقصوده این آقا از این کارها چیست. آیا این نمیداند که کاری که دارد میکند واقعا کاریست که یک سیاست مدار مسئول و آزادی خواه چنان که اون میگفت نیست؟ شما نظرتون رو بفرمایید لطفا. حالا اون مشیر، من صحبتی که میتونم بکنم در این وقت اندک در ارتباط با همین رئیس که داده، بله، بررسی کار آقای خاتمی، دوران ریاست جمهوریش، نقشش در عرض کنم تحولات ایران، احتیاج به کار بسیار زیادی داره. مثلا در گذشته حرفای خودم رو زدم بسیاری رو، هر وقت باز فرصت باشه میتونیم مفصل در این باز صحبت بکنیم. ولی اون چیزی که الان اتفاق افتاده در ارتباط با این
سعی که رفتنشون دادن، من دو تا مطلب دارم. یکی این که اصلا بحث در مورد وضعیت روحی ایشون، چرا ایشون رفتن رأی دادن. یکی این که این در واقع جایگاه ایشون الان در جنبش ایران در کجاست. من به اعتقاد بر این دارم که جنبش سبز، جنبش ملی ایران، جنبش دموکراتیک ایران که از طیف های مختلف تشکیل شده و این جنبشی جنبش مسالمت آمیز، متمدنانه، سراسری، دموکراسی خواه، آزادی خواه، ایران خواهه و بستری است برای آشتی ملی و همکاری تمام نیروهای سیاسی ایران. آقای مشیری، این جنبش قائم به ذات، این جنبش به مرحله بالایی از آگاهی رسیده، یعنی ملت ایران، ملت ایران که مخالف نظام ولایت فقیه و خواهان تاسیس آزادی و دموکراسی و یه نظام که در اون دین و دولت از هم جدا باشن، دنبال یه چنین چیزی هستش. این مردم الان حرکتشون قائم به ذاته. این حرکت ابدا بسته و تکیه بر شخصیت خاصی نداره. بگم آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای تارزاده، آقای ایس، آقای زی، اصلا چنین چیزی نیست. لذا هر کدوم از اینها قدمش رو یک لحظه از اون مسیحی که دارن میرن یه ذره کشتر بذارن، مردم با قدرت اینها رو ترد میکنن. خوشبختانه وضعیتی که پیش آمده در ایران این استش که دیگه اشتباهات این رهبران و مسئولان قادر نیست مردم رو مبارزه در واقع دور بکنه یا جمعش اصلا قادر نیست منحرف بکنه. و همینجا عملی که آقای خاتمی انجام داد در این انتخابات اخیر، خودش آمد به اتفاق تمام مسئولین جنبش سبز گفتن که ما نماینده نمیدیم، ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. در ضمن برداشت مردم از این حرف این بود که به طور ضمنی ما انقدر داریم تحریم میکنیم دیگه، حالا با هر واژه‌ای میخواد برام کنن برام بکنن. اصل قضیه این بود که دیگه این انتخابات نیست، حتی در این محدوده شگی هم آزادی وجود نداره و به همین جهت آبروریزی است که ما بخوایم بریم در اینجا شرکت بکنیم. و این فشار توده مردم بود، این و رژیم جمهوری اسلامی با بزرگترین تحریم تاریخ خودش رو برو شد. چنین تحریمی که در این انتخابات این مجلس مهم صورت گرفت، در تاریخ این 31-32 انتخاباتی که در دوران این نظام ولایت فقیه به وجود آمده، یک بیسابقه است، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این انتخابات رو به این گونه تحریم نکرده بودن که در این انتخابات تحریم شد. بله. این موفق بزرگ برای مردم. خب آقای خاتمی این وسط رفت اونجا بدون که با چیزی صحبت بکنه، اطرافیانش هم گفتن رفته رأی داده. این کار خیلی وحشتناکی بود، از این لحاظ که به آبروی خودش، به حیثیت خودش بیشترین لطمه رو زد. به جنبش هیچ لطمه به نظرم نمیتونه بزنه. ابدا الان ایشون اون جایگاه رو نداره. به این دلیل بسیار بسیار خاصی آقای مشیری، مردم ایران، شما خودتون بهتر از من میدونید، مثل هر مردم دیگری، مثل هر ملت دیگری، در واقع یه مراحلی هستش که مردم از رهبران خودشون، جنبش از رهبران خودشون دو چیز میخوان. یکی درایت سیاسی، بصیرت برای رهبری، دوم شجاعت برای عمل. بله، بدون شجاعت که میسر نیست. یکی از اینا نقصان بگیره، شجاعت بدون خرد و عقل یه جنبش به نابودی میده. خردمندی و مصلحت بینی بدون شجاعت هم جنبش رو پسیو و منفعل میکنه، اونم یه گونه دیگه به شکست میکشونه. من گمانم این استش که تمام این حرف هایی در مورد آقای خاتمی زده میشه که نمیدانم مصلحت نمیدونم چرا چیز رو دیده، مصلحت نمیدونم آینده رو دیده، اینا من نمیدانم. اینا اون چیزی که من برداشت دارم توی مدت 10-15 سالی که ایشون به زمان ریاست جمهوری رسیده و بعد سخنرانیاش و کارهاش و رفتارش و کتاباش و برخورداش رو دائم مطالعه کردم. اینجا هم آمده بودن در دانشگاه لیک فارسی سخنرانی بکنه، اونجا یه فرصت یه 20 دقیقه خب ما تونستیم ایشون رو ببینیم. اینا که تو اون برنامه برداشتشون این استش که ایشون فردی هستن در روی خیلی ضعیف هم. یعنی من در الو و مردم این قضیه رو واقعا شناختن و میدونن. من گمان میکنم در همین جا بیشتر انگیزه شون به هر حال حالا
سعی کردن بگن که ما می‌خواستیم اصلاحات رو نگه داریم و این صحبت ها. من به نظرم ایشون درشون یه جبن و یه ترسی وجود داره که همون باعث میشه که یه چنین کارهای رو بره انجام بده. اینا سال گذشته هم که ایشون در روز قدس برداشتن سخنرانی کردن برای دانشجوها که برید تو برنامه روز قدس شرکت بکنید، خب اون قضیه کمی شد. من یه مقاله خیلی تندی نوشتم برای ایشون و در مطبوعات مختلف هم چاپ شد، سایت وزارت امور خارجه اسرائیل هم گذاشت اونجا و بعد در جمهوری اسلامی چهار کرده بودن که اون مقاله رو محمود عباس نوشته. چون اون مقاله بنده عکس محمود عباس رو رفت بودن بعد پایین به مقاله اسمم نوشته بودن. در نتیجه روزنامه رسالت فردشتو در ایران نوشته بود یه نامه انتقادات محمود عباس خاتمی و دیگه اون قضیه شلوغی به فیلاپورت و اینا که چندین مصاحبه با من شد سر این قضیه. من در اون مقاله گفتم آقای خاتمی شما که الان دچار ترس هستید، دچار وحشت هستید، دلیل نداره اصلا وارد یه جریاناتی بشید، چون مردم در شرایط فعلی و رهبران به درایتشون نیازمندن و به شجاعتشون. مردم در این در مراحل وقتی یه فردی بترسه دیگه از حوزه رهبری میاد بیرون. بهتر شما اصلا برید خودتون بشینید دیگه در این موارد آهد نکنید. لذا این کار ایشون لطمه ای که زده به نظر من به جنبشش لطمه ای نمیتونه بزنه، برای اینکه از کردم جنبش فائمه به ذاته. چیزی که اتفاق افتاده جناب مشیری بهانه داده، یک به دست حکومت جمهوری اسلامی شروع کرده مسخره کردن ایشون. بله خیلی بس رو قضیه هم تأکید داره میکنه، تبدیل کرده به مسئله در این حال اپوزیسیون جمهوری اسلامی. و من این قضیه رو مضر میدونم. من معتقدم که داستان آقای خاتمی نهایت داره شما میتونیم نتیجه‌گیری کنیم که آقایشون خیانت کرده دیگه. خائن اصلا. بله آقای عرسی، همه دیگه بحث در موردشون اصلا جایی نداره. آقای عرسی، بعض وقتا کمدی هم هست. از خود شما شنیدم بعد از اینکه خانم عبادی جایزه نوبل برد، رهبر اومده بود به طور زمین نفی کرده بود، ایشون رفته و گفته بود اگه در فیزیک میبردیم خوب بود. باورتون میشه؟ اصلا من متحیرم واقعا از این بعد چه میخواد این داستان. مثلا اون یکی از صحبت های خنده دار میشم موقع همین بود اینا. خب خانم شیرین عبادی واقعا صمیمانه جنبش اصلاح طلبی دفاع میکرد با قاطعیت، چقدر هم فوش خورد سر این قضیه. ایشون وقتی که اون جایزه نوبل رو بهش دادن آقای خاتمی مثلا اومد گفت خب من تبریک میگم و چنین و چنان خیلی عالیه اینا، ولی خب بهتر بود ما اگه در زمینهای مثلا مثل پزشکی یا نمیدونم فیزیک میگرفتیم. خیلی خنده داره، خیلی خنده داره آقای عرس. این اظهار نظر نهایت مضحکه. میذاره که جایی برای مقابله که مثلا با حکومت و ولی فقیه داره مقابله میکنه مثلا وجود نداشته باشه. به هر حال من در عرضم این استش که آقای مشیری ایشون به هر حال حالا این کارو کرده، من گمان میکنم که یک مسئله درجه چنده در این واقعی که الان در ایران اتفاق افتاده، مسائل خیلی خیلی بزرگتر از این وجود داره و اون استش که در این انتخابات و رژیم هم داره از این قضیه سوء استفاده میکنه. برای که واقعی که اتفاق افتاده حقیقت این استش که رژیم در این انتخابات قلابی، این چیزی که بهش پلیسیت میگن، یعنی عملی که نه انتخابات نه رفراندوم بلکه یه دولت استبدادی دیکتاتور، برای که برای یه عمل خودش تایید بگیره میاد از مردم به زور رأی میگیره. در یه چنین برنامه این رژیم شکست خورده و ملت ایران اینا رو بایکوت کردن. بله هیچ انتخاباتی تو این 33 سال مثل این ماجرای انتخابات مجلس نهم رژیم چنین شکستی از مردم نخورده بود که در این قضیه شکست خورد. بعد اون مهمترین قضیه این هستش، مسئله خاتمه موضوع درجه چند تو این اوضاع احوال با اونم میشه پرداخت. ولی من فکر میکنم بنا به اون حرفی که اون استراتژیست بزرگ عرض کنم تاریخ یعنی سونزو اشاره کرده، میگه که یه مرد خردمند، یه سیاستمدار بزرگ، اون کسی هستش که مهمترین مسئله جامعه رو به عنوان مهمترین مسئله مطرح بکنه. اینا مسائل درجه دو درجه سه رو هر کدوم رو جا خودشو تعیین بکنه. من گمان میکنم مسئله درجه یک ایران فعلا همین داستان شکستی است که اینا در مقابل مردم جناب مشکی خوردن و با بزرگترین بایکوت تاریخی خودشون روبرو شدن از نظر انتخاباتی. دوم مسئله این که باید فکر، واقعا باید کرد، ملت ایران باید فکر کنه، روشنبینان باید فکر بکنن که چگونه نتایج این
پیروزی که ملت ایران به دست آورد در بایکوت کردن این رژیم و بنیان مشروعیت اینو به طور کلی زد، چگونه با آغاز مبارزات جدیدی نتایج این پیروزی رو زنده نگردند. بله بله، در واقع اینا مسائل اساسی جامعه ما هستن و موضوع نمیدونم مشکلی که با دنیای خارج وجود داره، خطر جنگی هست، جایگاه قضایا باید تعیین بشه و ما باید مواظب باشیم که تلوی واقعا تبلیغات جمهوری اسلامی نیفتیم. من روزنامه جمهوری اسلامی نگاه میکنم، آقای مشیری، رسالت، کیهان فاشیست شریعت مداری و همه اینا کارشون شده مسخره کردن آقای خاتمی، کارشون مسخره کردن خاتمی، برای اینکه باز این تاریخ اون شکست اصلی خودشون اونجا اون رو به قول معروف یه جوری مالکشی کنن و ماسمالی بکنن. بله بله بله، یک کسی زنگ زده بود به ما بعد از مبالغ فحش و اینا، گفته بود دیدید انتخابات شور مردم رو دیدید، برید بمیدید، یعنی مخالفین و اپوزیسیون این حرفا. در واقع این بزرگترین شکستش بوده در انتخابات تا به امروز، اینطور نیست؟ بله آقای مشیری، این ماجرا الان شما ببینید دیگه، تو این انتخابات اتفاقی که افتاده خیلی مهمه. این انتخابات آقای مشیری در واقع یک طرف این بود که مردم با این نشستن در خونه و پرهیز از رای دادن که در یه سری از شهرهای آذربایجان و جنوب، آقای مشیری ما شنیدیم که فقط دولتی‌ها رفتن رای دادن. بله. فقط دولتی‌ها رای دادن و یه عده دیگه‌ای که ترسیده بودن، گفته بودن اگر کارت هویتتون رو مخرزنین نمی‌دونم از دادن فلان امتیاز محروم خواهد شد، در واقع تهدید کرده بودن. در واقع دولت خودش به خودش رای داده، سپاه و ارتش و بسیج و دولتی ها و مسجد بروها و خودشون به خودشون رای دادن. یه مسئله این که ملت در این قضیه با این بی حرکتی خودش، با این عدم شرکت در بی حرکتی، مثلا که تو خونهشون نشستن نرفتن رای بدن، ملت ایران متحد شد و بزرگترین بایکوت تاریخ رو انجام داد. دوم مسئله که خیلی مهمه جناب مشیری، دعوا را افتاده بین خود افراطیون، بین خود این اصولگرایان به اصطلاح که به نام جبهه پایداری و نمیدونم جبهه متحد اصولگرا و جبهه نمیدونم ایستادگی و این چیزا که انواستان درست کردن، و الان اینا افتادن به جون همدیگه، مرتب دارن همدیگه رو میخوبن. وقتی که ملت از این طرف متحد شده، اونا اونور افتادن به جون هم، یعنی برای اولین باری که خود جناح کودتاچی، خود جناح به اصطلاح استبدادی و به طور کلی اقتدارگرایان با این شدت با هم دارن دعوا میکنن. مثلا اگر اصلاح طلبها یا بخش از اون جنبش صد اشتباه میکرد، آقای مشیری نماینده میداد بیرون، تمام این کاندیدا میداد، تمام این اقتدارگراها با هم متحد میشدن علیه این جریان و اتحادشون بیشتر میشد. ولی این بایکوتی که شد این انتخابات، با تحریم شد این انتخابات، باعث شد الان دعوا افتاده بین خودشون. مثلا همین در این سایت دیگربان آمده که سه تا الان در همین چند روز اخیر، مشکلی سه تا از سایت های جبهه پایداری مربوط به این مصباح یزدی رو اومدن اونجا رو بستن. عجب. و بگم حمید روحانی از افراطیون اون طرف حمله شدیدی کرده به احمدی نژاد، که بله احمدی نژاد اینا به اتفاق این مصباح یزدی و کیک و کیک اینا دنبال این هستن که جامعه رو هر روز بدتر بکنن تا شرایط برای ظهور امام زمان آماده بشه، و همجرد دستدار تخریب این جامعه هستن. نمیدونم احمد توکلی افتاده به جون معاون جمهور، این به جون اون افتاده، و این کار الان به جای رسیده که این آقای حداد عادل آمده که نماینده اول مثلا تهران و احتمال میدن که بشه رئیس مجلس، آمده در این که صحبتاش خواهش کرده، گفته برنده و بازنده سب به گونه ای دندان به جگر بگذارن و بگذاریم که کارا در آرامش بره جلو. یکی از بازنده ها گفته که در منطقه ای که من منطقه رای گیری من بود، آرا 120% داشت، یعنی 20% بیشتر از جمعیت خود اون منطقه رای ریخته شده به صندوق های آرا. فرشتگان بودن عزیزم، این همون فرشتگان است که در جنگ بدر هم آمدن. آقای عرصی، من سوال از شما دارم. پیش از این ماجر انتخابات، بنا به اون چه شهرت دارد، آقای مجتبی خامنه‌ای رفته است به دیدار آقای موسوی.
که از او خواهش بکند که اصطلاحاً کوتاه بیاید. ایشان هم گویا راضی نشده و گفته است من سخنانم رو به شخص رهبر خواهم گفت و از موضعی که دارم. شما فکر می‌کنید ماجرا حقیقت داره؟ شما شنیدین؟ و اگر حقیقت داره نشانه چه چیزیه؟ آیا نشانه ضعف تشکیلات رهبری نیست؟ من از خیلی ها این قضیه رو شنیدم، این به اصطلاح خبر رو از منابع مختلف به من گفتن که بله ایشون رفته با ملاقات کرده. اگر داستان راست باشه من این استش که جناب مشیری خود این خامنه ای الان دست پا داره میزنه برای اولین مرتبه اینا بعد از این قضایای اون کودتای انتخاباتی. تا اون دوره ایشون در هر حال رئیس همه جناح‌ها بودن، ولی بعد از اینکه ایشون آمدن با این احمدی نژاد و بعد با احمدی نژاد هم زدن به هم، دیگه ایشون از اون مقام رهبر همه جناح‌های حکومت اسلامی آمده بیرون، خودش رهبر یکی از جناح‌ها شده در واقع. بله ایشون رهبر یه جناحه، یعنی علی خامنه‌ای، محمود احمد نژاد یه جناحه، بعد اون کسانی که با احمد با مشائی هستن و این مشائی اونا یه جناح هستن، جبهه پایداری یه جناحه. و علی خامنه‌ای بر حسب اون چیزی که در واقع از تاریخ زندگی ما میدونیم، این همیشه کوشش میکنه با تمام جناح‌ها یه گونه بازی بکنه. به گمان مخلص ایشون چون در بین اینها ضعیف شده، در بین این اصولگرایان هم الان ضعیفه. بنده در یکی از این صحبت‌ها نمی‌دونم خدمت هر ساله بود عرض کردم، الان ایشون وضعیتشون مثل همون داستانی هستش که صادق هدایت نوشته بود. صادق هدایت یه داستانی نوشته داره به نام آخرین داستانش که نصف کاره مونده، داستان یه عنکبوتیست که این عنکبوت آب دهنش تمام شده، به قول هدایت میگه تف دهنش تمام شده و دیگه نمیتونه این حیوانات اطراف خودشو بگیره و تمام مگسا و اینا که این اطراف هم فهمیدن که این عنکبوت یه آب دهانش تمام شده و دیگه نمیتونه کاری با اینا بکنه، این عنکبوت که توی این مگسا و حیوانات کوچولو حرکت میکرد اونا نگاه میکردن میخندیدن، برای که هیبت اون ریخته بود. بله به تعبیر بنده این آقای علی خامنه ای همون عنکبوت صادق هدایت آقای مشیر. ایشون یه اطرافیانش هم از سپاه گرفته، ارتش گرفته، دیگران. من در البته توهین نمیخوام به کسی کنم که در مثل مناقشه نیست، من فقط به عنوان مثل دارم عرض میکنم. میخوام بگم که ایشون الان از موقعیت خودش با خبره، الان در خود حکومت هم اونجور دیگه کسی ازش نمیترسه. با هاشمی رفسنجانی زده به هم، با بین خود ایشون و احمدی نژاد اون وضعیت وحشتناک پیش آمده، با ارتش ناراحتی وجود داره، با قوم ناراحتی وجود داره. مجموع اینها من فکر میکنم این به دنبال باز به وجود آوردن اتحاد جدیده. رفتنشون به سوی موسوی گمان میکنم کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. اینا کوشش خواهند کرد که یه گونه ای با موسوی اینا کنار بیان که بلکه باز دوباره اون جناح نرم بکنن و بلکه بتونن باز به رهبر تمام این جریانات فرد بشن. با این گروه درگیر شدن به اون یکی تکیه کنه، با اون یکی ناره شد به این یکی تکیه بکنه، این در این فکره ولی شدنی نیست، ابدا چنین چیزی امکان پذیر نیست. بنده تحلیلم از قضیه اینجوریه بنا به اون اخباری که از جای مختلف شنیدم. خب آقای عرصی، حالا اینها با این انتخابات که به راه انداختن و در واقع هیچ نشانی از اصلاح طلبی اینها هم نیست و اینها یک دست در شدن، در واقع شما تصور نمی‌فرمایید که حلقه استبداد رو تنگ‌تر بکنن؟ ضمن اینکه مجلس قدیما بیکاره بود، حالش هم بیکاره است، اما اینا دست قوی‌تری دارن، چه خواهند کرد؟ بله بنده همین عرض می‌کنم آقای مشیری عزیز. ببینید اینا رژیم الان به رغم همین تضادهایی هم که داره به هر حال الان به طور کلی از ماده ملت خالی است دیگه. بله اثر دیگه اینا می‌دونن که دیگه به آخر خط رسیدن و راهی هم زود پیش برد و خشونت ندارم. بنده یه ماه دو ماه قبل هم که خدمت از سالی عرض میکردم با هم صحبت کردیم، گفتم اینا یک در مقابل ملت، دو در مقابل غرب، هیچ راهی جز این ندارن که همینطوری تخت گاز برن، چون یک ذره امتیاز به ملت بدن باختن. برداشت اینا از قضیه اینه، دم بدن باید حلقه رو تنگتر بکنن برای ملت. منطقه در مورد ملت به بدترین و یعنی خصومتشون با این انتخابات با ملتی به اوج رسید. نمیشه که در جمع انتخابات خودتون میدونید اینا دستگیری ها در ابعاد وسیع صورت گرفت. ما تا امیدی که این الان آقای مشکلی دارن این استش که بقیده من اینا
با این انتخابات که در واقع از کردن این پلبیسیت بود، در واقع نه رفراندوم بود نه انتخابات، بلکه عملی بود که یه دیکتاتور انجام میده برای اینکه برای یه کار خودش تاییدیه بگیره. بله. الان اینا امیدشون رو بستن به سازش واقع. احتمال من اینو میدم فقط احتمال که اینا بر سر مسائل اتمی و غیره یه گونه کوتاه بیان تا بلکه بتونن با غرب مذاکره بکنن، اون وقت از فشار خارجی نجات پیدا بکنن. این اینا الان امید به این قیه بستن، یعنی در مقابل ملت صفت بستن تا بتونن با غرب یه گونهی کنار بیان و سر این قضایای اتمی اینا. بعد حالا ببینیم آینده چی میشه. ولی یه فاکتور دیگری وجود داره به نام فاکتور ملت. جناب مشیری، من گمان میخوام اگر ملت ایران واقعا با این درایتی که ازش ما میشناسیم درک خطر بکنه، بدانه که همونجوری که حمله خارجی به ایران بی اندازه خطرناک و حمله نظامی نابودگره، این قضیه هم بدانه که سازش این حکومت با قدرت‌های خارجی برای اینکه باقی بمونه، اون هم یه نوعی که بدبختی بیچارگیست. راهی که ملت ایران بر خودش داره اینه که روی پای خودش بایسته، به خودش متکی بشه، امید نجات از اوباما و روس و انگلیس و آقای نتانیاهو و اسرائیل و اینا از اینا ببره، بلکه تکیه بکنه به خودش و بدانه که اگر بره پای مبارزه سراسری، بره پای نافرمانی مدنی، بنده نمیگم که برن اصلاحی میره از خود بگیرن، واقعا با نافرمانی مدنی قادر خواهم بود این حکومت رو زیر بکشن و دموکراسیون ایران و روند آزادی ایران متحقق بشه. من گمان میکنم این فاکتور رو ما نباید فراموش کنیم و ملت ایران هم شما بهتر از من میدانید، تاریخ رو بهتر از من میدانید، بیشتر از من خوندید و بهتر از من میشناسید آقای مشیری. مردم ایران همیشه که از ویژگی‌هاشون اینه که در یه لحظاتی که مردم اصلا هیچ فکرشو نمیکرد همیشه یه کار واقعا اسطوره‌ای و افسانه‌ای انجام دادن. من امیدم به ملت ایرانه و یقین دارم که با آلترناتیو سازی نمیدونم در خارج، نمیدونم دولت موقت در خارج به وجود بیاریم، نمیدونم آلترناتیو به وجود بیاریم، این قضایا هیچ کدوم راه حل نیست. راه حل فقط حرکت ملت ایرانه و ملت آگاه در مسیر آزادی ایران برای اینکه دیکتاتور رو به زمین بکشه. و من گمان میکنم که مردم ایران از این دعواهایی که وجود داره الان به اندازه کافی به آگاهی رسیده، هم داری که در حالی در این درگیری یک کاری انجام بده. وظیفه ما اینه که در این خارج صدایی برای مردم ایران باشیم و به قول اینا یه ویسی باشیم برای مردم بی صدایی که در اونجا هستن و بلکه به تقویت مردم ایران از خارج کمک بکنیم و مردم خواهم بود که تحول اساسی به وجود. آقای عرصی، من یه معترضه دارم خدمتون، دو تا سوال، و اون این که در این دو انقلاب بزرگ در ایران کار انقلاب کاملا با مسالمت بود تا زمانی که به سرقت رفتن، اون موقع خشونت بار شد. فکر کنم شما با هم موافق هستین، هم در مشروطه هم در این انقلاب. بله. و در واقع این ماهیت مدنی مردم بزرگ ایران را نشون میداد که در مشروطه دیدیم با چه مسالمتی، بدون نمیدونم اعدامهای دست جمعی، کشتن شاهزادگان یا چیز از این قبیل، بعد که به سرقت رفت خشونت آغاز شد. زمان خمینی هم همین بود. و مطلب، دو مطلبی که می‌خواستم بپرسم، یکی این هست که نظر شما رو، یکی این که میگوین که عرض کنم که سر و صدای جانشینی من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، یعنی رهبری آقا مجتبی بر کار است. یکی هم دوست مطلعی میگفتن که بعد از انتخابات سرکوب مخالفین شدت خواهد گرفت. شما نظرتون چگونه است در این دو موضوع؟ ببینید، در مورد اون قضیه انقلاب اول و دوم، خب کاملا همون جوریه اون چیزی که شما دارید میگید، یعنی مردم متمدنانه مسالمت‌آمیز حرکت کردن، بعدن خود حاکمین جنبش ها رو، یعنی مبارزه مسلحانه رو، خشونت رو به ملت تحمیل کردن. بله. چون از طرف مردم جنبه دفاعی داشت. بله. مبارزه جدید هم همین جوری آقای مشیری، مردم یعنی و پیشاهنگان این جنبش قاعدتا برای اینکه حرکتی صورت بگیره راهی جز این نیستش که با مسالمت برن جلو. بله. ولی بالاخره تاریخ رو آقای مشیری جایی ننوشتند که اینجور باید بشه. بله. در هر حال صلح دو طرف داره، جنگ یک طرف داره. مردم ایران اون چیزی که در این مبارزات اخیر نشون دادن خواهان این هستن که متمدنانه با صلح، با عرض کنم که مسالمت
گام به گام در ایران تحول به وجود بیارن. ولی اگر جنبش سراسری شد و رژیم یه جایی سعی کرد از کنم که مسلحانه به مردم حمله بکنه، طبیعی است مردم ایران بر حسب شناخت ضرورت ممکنه خشونت حکومت رو با خشونت متقابل جواب بدن. بله مردم آقای میشه. بله همین جوره. بله حتی مردمه ما، یعنی مردم نمیشون بگیم شما چرا در مقابل خشونت نشون میدی. بله به مرحله ای مردم پیروزی ها که به دست آوردن، اگر احساس کردن که این پیروزی ها رو دارن اونا با خشونت نابود میکنن، ممکنه اینا ضرورتشو ببینن و ضرورت دیدن با در واقع با قهر با قدرت اسلحه از خودشون دفاع بکنن. ولی من یقین دارم آقای مشیری، در این قضیه یقین دارم. ببینید اون یقین منم در اینه، ملت ایران چون واقعا در این معتقدم که 95% ملت ایران مخالف این هستن. بله ما در دوره زندگی میکنیم که شهر تهران بالای 10 میلیون با قومه، تهران یه چیز 15-16 میلیون نفریه. بله شهرهای بزرگی داریم غیر از تهران که میلیونی هست، اصفهان و شیراز و اهواز و کرمانشاه و تبریز و مشهد و کرمان و اینا، 7-8 شهری که آقای موشی سرنوشت جنبش ایران شرق و غرب و جنوب و شمال در این شهرها تعیین خواهد شد. در این شهرها که شما مبارزه مسلحانه میتونید بکنید که تو این شهرها، یعنی منظورم حکومت سرکوب باید نخواهد، اگر یه جنبش سراسری دینی صورت بگیره، گستردگی جنبش و نقش عظیم شهرها در این مملکت مردم رو حتی از کاربرد آقای مشیری کاربرد اسلحه بی نیاز خواهد کرد. بله بله سرعت برق این رژیم فرو میریزه باور کنین. به همین جهت حکومت میدونه که بمب اتم داشته باشه، تانکش، توپش، بله فایده ای نخواهد، اصلا فایده نه. بله آقای عرسی گفت که به قول عوام گفت مدینه گفتی و کردی کبابو. این داستان سوریه حقیقتا این رژیم سوریه و اسد منتهای بیچرمی رو به کار بردن، یعنی به طور مرتب به کشتار مردم، و این گمان میکند که واقعا مشروعیت حکومت داره و بیشترین پشتیبانش هم همین رژیم پربرکت خودمان هست که به قول خبرگزاری ها مرتب اسلحه میفرسته، آدم کش پشتیبانی میکنه و مصر هست که این اسد بیسته، در حالی که ما میبینیم ریزش ها در حد بالا شروع شده و چند جنرال معاون وزیر نفت اینها ملحق شدن به مخالفین. آینده ای نخواهد داشت و این سقوط این حکومت اسد فکر کنم مردم ما رو امیدوارتر خواهد که یک روحیه‌ای خواهد بود، چون دست راست اینها حکومت اسد در خاورمیانه. شما چی فکر میکنید؟ بله خب یقیناً آقای مشیری اون سقوط اون رو مردم ایران فوق العاده اثر خواهد گذاشت و مردم ایران سقوط اسد رو شکست جمهوری اسلامی تلقی خواهند کرد، یعنی مستقیماً این جریان به ما مربوطه. منطقه تکنیک حکومت اسد داره میکنه جناب مشیری اساسا این استش که اینا آرزو دارن. من امروز یکی از این کارشناسان برجسته امور سوریه آمده بود که از مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن صحبت میکرد. من خود چون دنبال میکنم کارهای سوریه رو، بله، تحلیل اونو بسیار نزدیک دیدم به اون چیزی که داشتش خودم فکر میکردم. ایشون میگفتش که الان این حافظ اسد و حزب بعث حاکم در اونجا بیشتر خود فکر میکنه که الان اینم موقعیت دولت الجزائر رو داره در مقابل جنبش اسلامی به اصطلاح الجزائر. خاطرتون باشه حدود 20 سال پیش که اونجا انتخابات شد و اون جبهه اسلامی در اونجا در انتخابات پیروز شد و کودتای صورت گرفت و بعد اینا شروع کردن اون اکثریت مردم رو در حال سرکوب کردن، اونا یه 5-6 سال جنگ داخلی ادامه پیدا کرد. آخر دولت که در اقلیت بود بالاخره غلبه کرد به تمام اونها. منتها اصلا اینجوری فکر میکنه که میتونه، چون اونجا هم جنبش در مرکز نبود، بیشتر در شهرستان ها بود و دولت الجزائر بالاخره غلبه کرد بر مخالفینی که در انتخابات پیروز شده بودن. اینا هم اینجا اصلا الان مثل اون داره میاندیشه، منتها با این اختلاف که اون موقع دولت الجزائر پشت سرش فرانسه و اروپا و امریکا، دنیا به عنوان حامی دولت الجزائر بود علیه اون جنبشی که مثلا فاس بهش میگفتن. بله ولی از سوریه چنین وضعیتی رو نداره الان. این از طرف همسایه ها تمام دنیا این حکومت منزوی است و من نمیدونم اینها
البته سرنوشت همه دیکتاتورها، آقای مشیری، اینا دچار اشتباهات وحشتناکی میشن و فکر میکنن که در هر حال زور نشون بدن جلو خواهم برد و هیچ وقت قادر نیستن تایید مشخص از شرایط مشخص داشته باشن. به هر دلیل این مشکلاتی که منتهای مشکلی اون دیگر یه مقدار به وجود آمده و بهانه دست اسد و یه سری جاهای بعضی از مراکز مثلا پیشرو دنیا داده، حقیقتش این نقش عربستان و عرض کنم قطر و این کشورهای اینچنینی است در این امارات و غیر و غیره در جنبشی که در سوریه وجود داره. و مشکل از اینجا واقعا ناشی میشه که شما ببینید مثلا به عنوان حامی جنبش دموکراتیک اونجا عربستان سعودی مثلا یکی از این حکومت هاست. بله درسته. ببینید این شک برانگیز شده جناب مشیری. بله. برانگیز شده واقعا. مثلا عربستان سعودی که کشور دیگه مرتجه ترین بله. روی زمینه فاشیست و دیگه من کثیف‌تر از حکومت عربستان واقعا نمیشناسم. یه پمپ بنزین است که اونجا درست کردن، صادراتش جهل و کثافت و خشونت. بله. مثلا این حکومت جز حامیان جنبش دموکراتیک در مثلا سوریه هستش. اینا این مثلا مشکلات به وجود آورده و بهانه داده به دست دولت اسد که اینا تبلیغات لازم رو انجام بدن و خیلی ها از این نیروهای پیشرو مثلا در مصر و در تونس و در این کشورها شک و شبهه ایجاد کردن که این داستان واقعا چیه. به همین جهت از حمایت خیلی قوی این نیروهای پیشرو جهان عرب جنبش سوریه برخوردار نیست. این نکته بسیار مهم نیست جناب مشیری که باید به این قضیه هم واقعا توجه کرد که چرا اونجا قضیه اینجوری داره میره و اون بهانه به دستش اومده که با قدرت هرچی بیشتری اون مردم رو اونجوری برای سرکوب میکنن که بخش از مناطق رو. امروز من تلویزیون میدم آقای مشیری اصلا دیگه جای زندگی نیست. بله. نام کوبیدن که اصلا به این مخروبه تبدیل شد. بله بله. اون محله بنی عمرو رو ابو عمرو کجاست؟ در همون هومس، همون شهری که پدر ایشون بیشتر از 25 هزار نفر در دو روز کشت. اینا بله بله اینا این جنایتش شگفت انگیزه. و شنیدم که در واقع وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا طرحی برای دخالت نظامی در دست دارن که به رئیس جمهور هنوز ارائه ندادن که برای دفاع از مردم اقدام بکنن. از این بگذاریم. آقای عرصی گرامی، این تخصص شما در موضوع آذربایجان به نظر من بی‌نظیره. یعنی در شناخت فرهنگ منطقه سابقش و چه کردند و سابقه همین آذربایجان و غیره صحبت‌های کردیم خیلی مورد پسند واقع شد. و بعد قضایایی که در اونجا هست و موضوع چیز خنده‌آورم شما در بحث فرمودین در ارتباط با اینکه یکی از اینا در مجلس گفته است این قرارداد ترکمانچای رو ما باید کلم یکم بکنیم. خیلی خیلی مضحک. اینها گذشته از این که در واقع بعض عوامل هستن که همواره سوء نظر داشتن به این داستان، دست اسرائیل هم گویا در کار هست در اونجا و خیلی خیلی دخالت میکنه در این باب. من خیلی مایلم شما در این ارتباط هم مطالبی بفرمایید. خواهش میکنم جناب مشیری. سپاسگزار از محبت و بزرگواری شما در حق مخلص. خواهش میکنم. عرض کنم که بله آقای مشیری، الان اتفاقی که تو این دو سه هفته اخیر افتاده این استش که به مجلس در مجلس باکو طرح‌های دادن از طرف این حزب یعنی آذربایجان، یعنی آذربایجان نو که حزب حاکم همین آقای حیدر علیوف و بعد پسرش الهام علیوف یه طرحی به مجلس باکو دادن که دیگه اسم جمهوری آذربایجان رو بذاریم جمهوری آذربایجان شمالی و جنوبم که اسمش باشه آذربایجان جنوبی. بحبه. و باید برای وحدت اینها ما باید کار بکنیم. بحبه. الان مرتب نمایندگان مختلف از این احزاب مختلف به خصوص همین حزب حاکم میان این صحبت ها رو مطرح میکنن و این عواملشون هم در خارج از جمله این دو تلویزیون هایی که این بر اون بر را انداختن الان تبلیغ میکنن آذربایجان جنوبی یا کنه آذربایجان، اون طرف میگن کوزه آذربایجان، اون طرف جنوب آذربایجان، آذربایجان شمالی، آذربایجان جنوبی و میخوان این لفظ رو جا بندازن. مدر یکی از نماینده آمده صحبت کرده و هر دیگه زده اینی که گفته آذربایجان یه منطقه مستقلی برای خودش بود
کشور مستقلی برای خودش بود و این آذربایجان و شاه اسماعیل که به شاه بابا میگن اون تأسیس کرد و بعد در جنگ های ایران و روس، ایران و روس با هم جنگیدن، این دو منطقه رو بین خودشون تقسیم کردن. آذربایجان تقسیم شده به شمالی و جنوبی. حالا بعد اون قرار ترکمنچایو که آذربایجان به دو قسمت، یک قسمت در اختیار ایران، یک قسمت در اختیار روسیه تقسیم کرده، اون قرارداد رو باید لغو بکنیم. خیلی خنده داره آقای عرسی. دوباره برگردم به همینا، چون واقعا میدونید آقای مشیری وحشتناکه دیگه از این شدت. یعنی اینا اینقدر جاهلن آقای عرسی، مسخره بودن این جریان. خب واقعیت هم این هستش که بله، پشت سر این قضیه جناهای از اسرائیل نقش خیلی خیلی اساسی دارن. اسرائیل ها با اونا خشدن دوستن و این مطلبی است که خب قبلا هم مقامات آمریکایی برژنسی گونه گفته بود، آقای نیکسون به قضیه اشاره کرده بود و حرف اون هم این هستش که به هر حال ما در درگیری با ایران میتونیم جمهوری آذربایجان رو تقویت کنیم، به عنوان ویترینی درست بکنیم اونجا و به موقع به ایران از این طریق بله. به یه جگرسوز بزنیم. این جمله آقای نیکسون در تراسوی سر کنم که الان هم تو این درگیری ها که با جمهوری اسلامی دارن، دارن آذربایجان و باکو رو دارن تقویت میکنن علیه ایران، که از این طریق بتونن در بین مردم آذربایجان ایران که تنها آذربایجان واقعی هم همینجاست، در اونجا تحریکاتی بکنن، داستان خودمختاری، نمیدونم فدرالیزم، قضایا رو همه جا پخش بکنن، بلکه بسن اینجا رو به شکلی تکون بدن. این آقای عرسی گرامی، من به یاد اون عبارت مشهور انداختین، فکر کنم منسوب به پیغمبر اسلام است، که گفته از خدا را سپاس که دشمنان ما را از بین احمق‌ترین آدم‌ها خلق کرد. یعنی آقای کرفته اونجا سوگر متوجه نیست که قرار ترکمانچای بین روسیه تزاری و پادشاه ایران زمین، یعنی پادشاه ممالک محروسه ایران انجام شده و این بخش از بدنه ایران زمین جدا شده. این قدر نفهمیده. یعنی اگر قرار ترکمانچای در واقع لغو بشه، یعنی اونجا باید برگرده به ایران، نه اینکه ایران بچسبه به اونجا. این هم مثل بقیه صحبت هست. در تایید حفظتانی در اردبیل، در شهر عزیز بنده که من خاکپای تمام مردم این شهر هستم، مردم واقعا وطن دوست، ایران پرست، ایران دوست هستن مردم اردبیل، منم که واقعا افتخار میکنم به اردبیلی بودن، جناب مشیری در اونجا یک جمعیتی تشکیل شده و یه سری اطلاعیه دادن نام این که ایران شمالی بعد به ایران اصلی بپیونده. به به، درود برنم. میگید شما آذربایجان شمالی، اونجا ایران شمالیه، بوده خیلی کوچولوئه، اونجا رو به زور از دست ما گرفتن، حالا باید این ایران شمالی به 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 ایران جنوبی یا ایران مادر. به 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 به، درود بر اونها، عجب حرف زیبایی زدن، درود بر اونها. به به، در تایید فرمان شما میخوام عرض بکنم که این گویندگان این قضیه مشکلی، اینا حتی به خودشون زحمت ندادن به قول ازداری برن یه بار این قرارداد رو بخونن. حالا اون قرارداد چی نوشته؟ شما خودتون بهتر از من میدونید. سال 1828 که اون قرارداد تصویب شد، اون قرارداد بسته شد در ترکمنچای که این طرف عباس میرزا سردار بزرگ ایران بود، اون طرف هم اصلش اون سردار روسی، بله، پاسکوویچ. قرارداد این قرارداد اینجوریه که در اون تاریخ دو جلدی هم که تاریخ اجتماعی سیاسی بله. ایران سعید نفیسی نوشته، اصل قرارداد اونجا هست، بله. نویسه که ما فتحعلی شاه، نمیدونم پادشاه، مالک مطلق ممالک محروسه ایران، بدین وسیله اسامی شعرا رو بیان میکنه، باکو و گنجه و شماخی و بله. تفلیس و نمیدونم ایروان و تمام این شهرهایی که شامل گرجستان و ارمنستان و همین منطقه که بنام آذربایجان مثل همه این منطقه در شهر قفقاز رو میگه ما اینا دادیم به علاحضرت امپراتور روسیه. حالا اگر این قرارداد لغو بشه، جناب مشیری، نه تنها این آذربایجان، یعنی باکو، بلکه گرجستان، بله، بله، باید بگردم به ایران، بله، حتی در مطلع هستید که در موضوع از اون گندگوی هایی که لنین کرده بود که ما هژمونی نداریم و چنین و چنان پس میدهیم و چنین و چنان، در موضوع پاریس و قرارداد 1919 پاریس
سه رجل از ایران رفتن که همین موضوع مطرح کنن در واقع، یعنی این یک بخشی بوده از پیکره اصلی ایران زمین جدا شده به زور، به زور اسلحه. یعنی اینا اینقدر هم نادان هستن. خب اینها در واقع تاریخ دانیش رو که ما شنیدیم، شما هم در این فن خیلی مهارت داری که چگونه تاریخ رو بررسی میکنن و تاریخ ایرانی و ترک و اینا رو چگونه تقسیم بند کردن، واقعا مضحکه، خنده آوره. من نمیدونم چه بگم. جناب مشیری، اصلا البته خود میدونید آقای مشیری، این تاریخ نویسی در کشور شوروی، در تاریخ نویسی در زیر فرهنگ استالینیستی باقروفی و اون بله. آخر به همین باکو و به ورثه استالین رسید در این منطقه، یعنی با آقای حیدر علیوف و الهام علیوف، کار اینا دروغگویی در مورد تاریخ گذشته. از شما ببینید آقای مشیری، اصلا بهتر از من تاریخ ایران شما میدونید. ببینید این شاه اسماعیل که سال 1501 میلادی در تبریز تاجگذاری کرد، شما میدونید وقتی که تاج گذاشت گفت خسرو ایران، شاهنشاه ایران. بله بله بله. قبل از او هم در زمان ایرخانیان، قازان خان وقتی در تبریز فتح تاجگذاری کرد، رشیدالدین فضل‌الله وزیر دانشمند و بزرگ ایران، از او به عنوان خسرو ایران جانشین دارا و جن است. بله بله. یعنی خسرو ایران یه چیزیست که اصلا در دوران همون حکومت ترک قازان خانی به زبان آمد و شاه اسماعیل هم شاه بزرگ ایران تاجگذاری کرد، گفت خسرو ایران. بله بله. تمامون تاریخ رو اینا آمدن اینو جعل کردن. الان در تاریخ جدیدی که برای مردم به اصطلاح باکو و اون منطقه نوشتن، اینا آمدن جعل کردن و میگن که شاه اسماعیل آمد پادشاهی آذربایجان به وجود آورد و بعد رفت امپراتوری آذربایجان رو به وجود آورد، رفت منطقه ارمنستان و نمیدونم کردستان و این مناطق دیگر ایران رو تصرف کرد. عجب. تمام بحثای اینا دروغه جناب مشیری. بله. شما خودتون میدونید که اصلا نام آذربایجان تا سال 1918 که آذربایجان تأسیس شد، اصلا تا اون زمان به اونجا آذربایجان نمیگفتن. Absolutely. اونجا خاننشین باکو و خاننشین گنجه و خاننشین شماخی و غیره بود و تا سال 1918 باز همونطور که خودتون میدونید جناب مشیری، از اون شخصیت بزرگ تاریخ ایران یعنی آخوندزاده گرفته باکیخانوف و تا نمیدانم شخصیت های مهمی که اصلا زاده اون طرف بودن در اونجا زندگی میکردن، اینا به نام ایرانی از خودشون اسمی بردن. بله. من آخوندزاده بزرگترین متفکر شد، اولین نمایشنامه نویس بزرگ آسیا، تمام نمایشنامه‌اشو به زبان فارسی و ترک آذربایجانی نوشته. بله. چرا فارسی اسمی برد؟ خب من مفتخرم، افتخار میکنم به نسل خودم، به نژاد خودم که فارسی و اصلا از اونوری حقیقت افتاده بود، یعنی خیلی دیگه. بله. می‌رفتید ها. بله. میدونید بنیانگذار اصلا ایده مدرنیته در ایران، ناسیونالیسم ایرانی، مردم اون سوی عرص هستن. بله همینجوره. نویسندگان دیگری مثل باکیخانوف، میدونید آقای مشیری، عباس قلی آقا باکیخانوف که نویسنده خیلی معروفیه، کتاب معروف خودش گلستان ارم و که درباره تاریخ شیروان و داغستان نوشته به فارسی نوشته هستن. این عباس صحت تمام نوشته‌های خودش رو به فارسی می‌نوشت و می‌گفت ما ایرانی هستیم. قصه نمی‌دانم که اون منطقه ایران نیست و نمی‌دونم آذربایجانه، این از 1918 آغاز شد. بله. جمهوری اسلامی آذربایجان که تأسیس کرده اسم اونجا گذاشتن آذربایجان. بله. همون موقع می‌دانید آقای مشیری از طرف ایرانیان اعتراض شد. ملک شعرهای بله. بله. اعتراض کرد در نشریه نوبهار. بله. ایران اعتراض کردند. و کسروی اعتراض کرد، گفتن آقا شما چرا نامتون رو گذاشتید نام آذربایجان؟ که امین رسولزاده که از مسئولین حکومتی و از رهبران حزب مساوات آذربایجان بود، بلند شد آمد تهران و در تهران مذاکره کرد و اون مقاله معروف ما و ایران رو نوشت و در اونجا می نویسه این نوشتش آقای مشیری، شما در کتابی که آذربایجان در موجخیز تاریخ نگاهی به مباحث میلیون ایران و جرایم باکو در تغییر نام ارران به آذربایجان، اونجا که آقای این محقق گرانقدر ایران دوست بزرگ
کاغذ بیات اینا رو جمع‌آوری کرده، در اونجا به تمام این اسناد شما دسترسی دارید، میتونید بخونید تمام واقعین ایران، جوانانی که آذربایجانی که علاقه دارن میتونن برن بخونن و ببینن. خود امیر رسول‌زاده آمد سوگند خود دست قرآن گذاشت. بله قرص ما از این که ما اسم اونجا گذاشتیم آذربایجان، قصد ما این نیستش که بگیم این یکی آذربایجان مال ماست، ما فقط به خاطر اینکه ما هم چون آذربایجانی هستیم، شیعه هستیم، آذربایجان زبان هستیم، فکر میکنیم اسم اونجا رو بذاریم آذربایجان درسته و ما سوگند میخوریم که هیچ نظر سویی ما نداریم. بله همینجوری داستان آذربایجان شمالی جنوبی اولین مرتبه بعد از ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان پیش آمد. بله کس خوردند و فرار کردند رفتن اونجا در دوران باقروف، برای اولین مرتبه در نشریه آذربایجان قصه آذربایجان جنوبی یواش یواش مطرح شد. بله بعد از این که این قضایا گذشت دیگه، سالها موضوع استقلال جمهوری آذربایجان پیش آمد در همین آخرین دو در سالهای 1990 بعد از سقوط اتحاد جماهیر در زمان گورباچوف، این آقای علی‌الفضل الچی بیک که رهبر جبهه خلق بود به میدان آمد و استقلال آذربایجان بالاخره به دست آمد، جمهوری آذربایجان. اون موقع بود که اینا دوباره مسئله آذربایجان جنوب شمالی رو مطرح کردن و از اون دور به این طرف دیگه دولت‌های بزرگ هم رفتن پشت سر اینا، از جمله اسرائیل و بعد ترکیه، مثلا ترکیه در قبل از روی کار آمدن این اردوغان و حزب عدالت و به اصطلاح پیشرفت عدالت و ترقی، چون بیشتر اون ناسیونالیست ها در قدرت بودن و نظامی ها خود در قدرت بودن، اونا هم از این جریان آذربایجانی جزدادان شما جنوبی شمالی دفاع کردن و بالاخره این وضعیت اون اختلاف بین جمهوری آذربایجان و ایران به وجود آمد که اینا دارن الان از این قضیه سوء استفاده میکنن. من واقعا به عنوان آخر بخش هر فقط یه دو سه خط این قضیه رو من میخونم، چون شب 20 اسفند و 66 سالگرد شهادت کسروی ترک تاریخ ایران، ایرانی بزرگ که اهل تبریز بود، که احمد کسروی تبریزی، یک نوشته از کسروی رو میخونم. آقای مشیری چند خط در پاسخ همین امین رسول‌زاده و حزب مساواتی که سال 1918 نام اونجا رو که ارام بوده به اسم آذربایجان گذاشتن. کسروی اینجوری می‌نویسه، میگه شگفت است که ارام را اکنون آذربایجان می‌خوانند، با آنکه آذربایجان با آذربایجان نام سرزمین دیگری است که در پهلوی آرام و بزرگتر و ارام و شناستر از آن می‌باشد. از دیرین زمان که آگاهی در دست هست همواره این دو سرزمین از هم جدا بوده و هیچگاه نام آذربایجان بر ایران گفته نشده. بله ما تاکنون ندانسته ایم که برادران ایرانی ما که حکومت آزادی برای سرزمین خود برپا کرده میخواستند نام نیز بر آنجا بگذارند، برای چه نام تاریخی و کهن خود را کنار نهاده دست یغما به سوی آذربایجان دراز کردند و چه سودی را از این کار شگفت خود امیدوار بود. این خردکیری نردان است که ما برخواسته آذربایجانیم و تعصب بوم و میهن خود. الو الو، صدای آقای عرسی برای بار دوم قطع شد در جای خیلی مهم، یعنی در واقع متنی که مرحوم کسروی بعد از این داستان تحریر کرده است. هموطنان گرامی، وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. از دوست گرامی آقای عرسی سپاسگزارم، از شما هموطنان بزرگوار، همزبانان گرامی هر جا که هستند سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر درخشانی در اتاق فرمان سپاسگزارم و تا برنامه دیگه شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.